بعد از اینکه برنامه راینو روی سیستمتون نصب کنین، دو تا ورژن از راینو در واقع روی سیستم در واقع وجود داره. یه راینو در واقع 64 بیتی هستش و یه راینو 32 بیتی. اگر ویندوزتون در واقع به صورت 32 بیتی هستش، لطفاً 64 بیتیش کنین، چون یه قابلیتی در واقع بهش اضافه میشه و حالا از قابلیت 100% سیستمتون میشه استفاده کرد. من حالا با نسخه 32 بیتی کار ندارم و دو تا آیکونی که باز میشه، این که زشت نمیشه 64 بیتی رو در واقع میام و اجراش میکنم. بعد از اینکه این نسخه رو در واقع اجرا کردم، این پنجره باز میشه. اگر احیانا شما در واقع نسخه 90 روزش رو نصب کرده باشین، تو این پنجره در واقع اروری بهتون میده که آقا تو 90 روز آینده این برنامه اکسپایر میشه. اما اگه نسخه دو نامحدودش رو نصب بکنین که کیجن دعوا بخوره، دیگه این ارور بهتون داده نمیشه. تو این پنجره در واقع قسمت اول مخصوص تعیین واحد برنامه است و قسمت دوم مخصوص در واقع فایل هایی هستش که قبلا من ذخیره کردم. از قسمت اوپن میتونین در واقع فایل هایی که دارین رو فراخوانی بکنین. من کاری که میکنم وارد قسمت نیو میشم و در واقع کاری که انجام میدم، میخوام واحد برنامه رو تعیین بکنم. بچه راینو مثل مابقی برنامه ها نیست که مثلا آبجکت کوچیک و آبجکت بزرگ براش فرقی نکنه. اتفاقی میفته اینه که مثلا اگه بخوام یه لپتاپ رو مدل بکنم، جز در واقع آبجکت های اسمال میشه، اسمال آبجکت، و حالت متر و ایناشو در واقع اینجا میتونیم مشخص کنیم. و اگر بخوام در واقع محیط بزرگ کار کنم، مثل محیط های معماری یا هر چیز دیگه، مثل لندسکیپ یا هر چیز دیگه، میتونم از اینجا در واقع گزینه لارج آبجکت رو انتخاب بکنم. لارج آبجکت رو انتخاب میکنم و واحدش رو روی متر میذارم. ببین اینچ نوشته، فیت سانتی متر، من روی متر انتخاب میکنم. بعد از اینکه وارد پنجره راینو شدی، برای اینکه مطمئن بشین که در واقع برنامه در واقع حالت متریک رو برای شما انتخاب کرده، پایین برنامه رو میتونی نگاه کنی. اینجا نوشته واحدش چی؟ نوشته متر. پس میتونی از اینجا واحد برنامه رو تعیین بکنی. قسمت بعدی که میتونی مطمئن بشی که واحد برنامه در واقع درست کار میکنه، از قسمت تورز، قسمت آپشن هستش که بعد از اینکه وارد تورز و آپشن میشین، یه پنجره باز میشه که تمامی تنظیمات برنامه راینو از این قسمت قابل دسترسی هستش. شما فقط کافی وارد قسمت یونیت بشین و واحد رو از اینجا تغییر بدین. الان واحد روی متر هستش. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم، اعدادی که زیر اینجا نوشته رو به هیچ عنوان عوض نمی‌کنین، چون مربوط به دقت برنامه هستش. و اگر عوضش کنین، مثلا اگه بخواید آفست کنین، تغییر ایجاد میشه تو آفست یا حالا دستورات دیگه. پس اینو تغییر ایجاد نمی‌کنین. همونطوری که تو پنجره‌ای که در واقع از راینو باز می‌کنین و می‌بینین، در واقع قسمت بالای پنجره مربوط به کامند لاین هستش. این کامند لاین رو شما کجا دیگه داشتین؟ توی برنامه اتوکد هم داشتینش. بچه برای اینکه بتونین در واقع این کامند لاین رو در واقع تبدیلش بکنین، مثل کدش بکنین، یعنی محل قرارگیریش رو، میتونین موس رو کنار اینجا قرار بدین، درگش کنین، بیارین پایین و این پایین قرارش بدین. چی شد؟ خط فرمان جابجا شد، اومد پایین. و نکته‌ای که وجود داره اینه که این خط فرمان دقیقاً قابلیت‌های در واقع کد رو داره. مثلا اگه دستور لاین رو روش تایپ بکنم و اسپیس بزنم، میتونم در واقع لاین ترسیم بکنم یا تمامی در واقع گزینه‌های دیگه که حالا خدمتتون معرفی می‌کنم. تمامی دستورات راینو از قسمت بالا قابل دسترسی هستش و همه دستبندی‌ها بر اساس نوع دستور کنار هم دیگه قرار گرفتن و ارنج شدن. ابتدای ترین عنصر توی پنجره راینو و برنامه راینو در واقع نقطه هستش که تحت عنوان پوینت میشناسیمشون. پس پوینت ابتدای ترین عنصر ترسیمی توی برنامه راینو هستش. از اینجا میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. کلیه خطوط توی برنامه راینو تحت عنوان کرو شناسایی میشن. یعنی اگر لاین کشیدم، پلی لاین کشیدم، لاین سگمنت کشیدم، سیرکل کشیدم، آرک کشیدم یا هر چیزی که در واقع ماهیت لاین داشته باشه، اصطلاحاً بهش میگیم کرو. کلیه سطوح توی برنامه راینو تحت عنوان سرفیس در واقع شناسایی میشن. پس هر صفحه‌ای رو در واقع تو محیط راینو ما تحت عنوان سرفیس میشناسیم. کلیه در واقع احجام توی محیط راینو تحت عنوان سولید شناسایی میشن که محل قرارگیریش اینجا هستش، این بالا. و حالا ما بقیه قسمت‌ها هم در واقع اینجا داریم که باهاشون در واقع کار می‌کنیم. میایم سراغ پنجره کامند لاین. اگر F2 رو روی صفحه کیورد بزنیم، همون اتفاقی توی برنامه اتوکد میفته اینجا هم میفته. پنجره باز میشه تحت عنوان کامند هیستوری، که کامند هیستوری تا 500 مرحله قبل‌تر فرامینی که انجام دادین رو بهتون نمایش میده و به این شکل در واقع هر دستوری که خواستین میتونین انتخاب کنین، کپی کنین، یا اگر مثلا یه دستوری داشتین که در واقع سیوش مثلا مراحلش رو خواستین ذخیره کنین، میتونین اینجا ذخیرهش کنین به حالا فرمتی که نیاز دارین. آخرین دستورات با راست کلیک کردن روی پنجره کامند لاین
قابل دیدن رو داره تا 20 مرحله قبل‌تر، نه کمتر نه بیشتر. البته قابلیت این داره که در واقع افزایشش بدیم، مثلا 20 تا رو بکنین 30 تا یا 30 تا رو بکنین 40 تا. اگر اینتر اسپیس یا راست کلیک رو روی صفحه کیبوردتون بزنین، اتفاقی که میفته در واقع آخرین دستور در واقع اجرا میشه. پس اسپیس، اینتر و راست کلیک آخرین دستور در واقع نمایش داده میشه. قسمت بعدی پنجره ریبون ها هستش. بچه ریبون ها این در واقع کلیت های بالایی هستن که دقیقاً فرامینی که تو قسمت بالا هست رو به صورت گرافیکی تو اینجا میتونید مشاهده بکنید و به این شکل در واقع میتونید روشون حرکت بکنید. نکته‌ای که وجود داره اینه که پنجره کناری اصطلاحاً بهش تولبار یا سایدبار گفته میشه. تولبار و سایدبار این پنجره کناری هستش. و این نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم، ریبون‌ها و سایدبارها در ارتباط با همدیگه هستن. ببین من اگه در واقع روی اینها کلیک بکنم اتفاقی روی اینها نمیفته تا یه جایی. اگر تا ترانسفورم بیام و بعد از ترانسفورم روی کرو تولز بزنم، غیر از اینکه خودش زیر مجموعش تغییر می‌کنه، کناری تغییر می‌کنه. پس اگر دیدی که منوهایی که در واقع سمت چپ داری تغییر کرد، بدون که چیکار کردی اینو تغییرش دادی. فعلا تا یه جایی ما با زیرمجموعه استانداردها کار داریم، بعدا میایم مثلا بهتون میگیم که آقا کرو چیه، سولید چیه، سرفیس چیه یا از این جور صحبت ها. موضوع بعدی در خصوص این هستش که اگه قرار باشه پنجره ها رو جابجا بکنیم، فقط کافیه روی لاین بالاییشون بیستین و درگش کنید توی محیط. اگه درگشون کنید توی محیط، هر جایی که نیاز باشه میتونید قرارشون بدین روی خط بالایی. پس من دوباره قرارش میدم توی محل ابتداییش. اگر قرار باشه که آبجکت ها به صورت قفل در بیاد، یعنی در واقع پنجره ها به صورت قفل در بیاد، فقط کافیه که این بالا راست کلیک بکنی و روی لوک داک ویندوز کلیک بکنی. اگر روش کلیک کنی دیگه قابلیت در واقع جابجایی ازش سلب میشه. قسمت بعدی قسمت گرافیک اریا هستش که تحت عنوان در واقع ویوپورت ها اونا رو میشناسیم. 4 تا ویوپورت داخل این پنجره هستن که این پنجره کلی رو گرافیک اریا بهش میگیم. ویوپورت ها پنجره های نمایشی ما هستن، یعنی من میتونم توی نمای تاپ قرار بگیرم با دبل کلیک کردن روش، یا توی نمای پرسپکتیو دوباره دبل کلیک میکنم روش، حالت مینیمم در میاد و به همین طریق میتونید توی نماها حرکت کنید. اگر روی هر نما کلیک بکنین، اون نما به صورت آبی رنگ ظاهر میشه، میبینید، و میتونید در واقع ترسیمات رو توی این پنجره ادامه بدید. البته اگه مثلا دستور لان یا حالا هر دستوری اجرا باشه و به محض اینکه موس توی محیط قرار میگیره، اون آبی میشه. پس این هم یه نکته بعدی. نکته بعد اخوسی این هستش که خب منطقی نیست که من هر بار در واقع بیام و در واقع محیط برنامه رو در واقع حالا هی از این پنجره به اون پنجره وارد بشم. من اگه مثلا نمای تاب رو روش کلیک بکنم و بخوام بین نما حرکت کنم، با زدن کلید کنترل F1، کنترل F2، کنترل F3 و کنترل F4 میتونم بین نماها حرکت کنم. کنترل F1 نمای تاب هستش، کنترل F2 نمای فرانت، کنترل F3 نمای راست و کنترل F4 نمای پرسپکتیو. احتمالاً دوباره منطقی نیست که هی من بخوام دستم روی کنترل و اف ها باشه. از پایین برنامه میتونم در واقع بین نماها حرکت کنم، نمای پرسپکتیو، نمای تاب، نمای فرانت و نمای راست. پس به این طریق در واقع میتونم بین نماها مجددا حرکت کنم. قسمت پایین برنامه برای بار اول که باز میشه به این شکل هستش، به این شکل. هیچ کدوم از این منوها در واقع باز نیست. اصطلاحاً بهش میگیم نوار وضعیت. توی این نوار وضعیت کلیدهایی وجود داره که دو کاربرده هستن، یا به صورت روشن هستن یا به صورت خاموش. اگر روشن باشن به صورت سفید هستن و اگه خاموش باشه سفید نیست. و گزینه‌ای که وجود داره و نکته‌ای که وجود داره این هستش که دو تا گزینه و دو تا کلیک توی اینجا هستن که وقتی در واقع روشون کلیک میشه، در واقع پنجره ویندوز اجرا می‌کنه، یعنی برای خودشون ویندوز اختصاصی دارن. من اگه روی اوسنپ کلیک کنم، ببین یه ویندوز برای خودش باز میشه، یه پنجره این پایین براش باز میشه. یا اگه روی فیلتر کلیک کنم، در واقع پنجره براش باز میشه. پس دو تا کلیدی که در واقع ویندوز رو دارن و پنجره اختصاصی دارن، فیلتر و اوسنپ هستن. خب ما برای اینکه شروع بکنیم و یه اتاق 3x4 رو بتونیم در ابتدا ترسیم بکنیم، نیاز هستش که در واقع یه چند تا دستور دیگه رو در واقع یاد بگیریم. گرید اسنپ اصطلاحاً به خطوطی گفته میشه که زیر کارتون افتاده شده. در واقع گرید لاین یا گرید پوینت بهش میگن. به خطوطش گرید لاین و به نقاطش گرید گرید پوینت میگن. خب اگر قرار باشه که در واقع من بدونم فاصله اینجا تا اینجا چقدره، بعد بتونم یه کاری کنم که موس به اینا حساس بشه یا اون دستور به اینا حساس بشه، در واقع میتونم ترسیماتم رو شروع کنم. دستور لاین رو اجرا میکنم و کاری که میکنم میام روی فضا، میبینم که نسبت به این خطوط حساس نیست. کاری که میکنم برای اینکه حساس بشه، روی قسمت گرید اسنپ کلیک میکنم. این پایین زده گرید اسنپ، اگه روش کلیک کنم چی میشه؟ به اینا حساس میشه و حالا میتونم ترسیماتم رو شروع کنم. اما نکته که وجود داره، هنوز نمیدونم واحد اینا چقدره. یعنی اگه مثلا اینجا 3 متر اومدم، نمیدونم واحدش چیه. و یه نکته دیگه این هستش که با انتخاب دستور لاین و
نقطه اول و نقطه دوم دیگه نمیتونم ادامه بدم. چرا؟ چون لاین هم از نوع سینگل هستش، یعنی تکی هستش. خب اول بیایم مشکل این رو حل کنیم که بدونیم فاصله بین اینها و اینها رو از کجا باید تعیین کنیم. اگر روی گرید اسنپ راست کلیک بکنم میتونم گزینه ستینگ رو انتخاب بکنم. توی گزینه در واقع ستینگ میتونم دسترسی پیدا بکنم به واحدها. الان اینجا زده شدن 1 متر. چرا زده 1 متر؟ چون که ابتدای برنامه واحدش رو روی متر گذاشتم. حالا نگاه کنین، اگه قرار باشه واحد برنامه رو تغییر بدین، میتونین از همین پنجره که وارد شدین وارد قسمت یونیت بشین و واحد برنامه روی حالت میلیمتر بذارین. این از کجا میوردم یونیت رو؟ از این قسمت تورز، قسمت آپشن میوردم توی یونیت. میبینین همون پنجره است. یعنی من با راست کلیک روی این نوار وضعیت در واقع میتونم دسترسی پیدا بکنم به در واقع تولز آپشن یا قسمت همون آپشن اونجا. خب من وارد گرید میشم، این رو روی 1 قرار میدم و تاییدش میکنم. نکته دیگه که وجود داشت این پنجره این بود که غیر از این که یه واحد رو میتونستین تعیین بکنین، این هستش که میجر ها رو هم میتونین تعیین کنین. میجر چیه بچه ها؟ کی میتونه بگه میجر چیه؟ نه اندازه گیری. نه نگاه کنین بچه ها، اینجا وقتی که شما در واقع داخل گرید اسنپ دارین کار میکنین، به این تکیه ها میگیم گرید، یعنی فاصله بین اینها رو هر کدوم یه گرید میگیم. اما به یه کلونی از اینا، یعنی نگاه کن بشمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 تا دونه است. خب به 10 در 10 اینا اصطلاحا هم میگن چی؟ میگن یه میجر. پس این میجر هستش. خب نگاه کن چیه، برای اینکه میجر ها رو بتونی کنترل کنی اجازه داده چی زده 10 تاش بشه یه میجر، میتونم 5 تاشو بکنم یه میجر. اوکی الان چند تاشو 5 در 5 شد. پس این رو هم در گوشه ذهنتون داشته باشید. میام سراغ لول بعدی. برای اینکه بتونیم خطوط مختلف رو توی برنامه راینو ترسیم بکنیم، مثل برنامه اتوکد هستش، اینجا رو نگاه کن، میام روی این قسمت، روی این در واقع پنجره، در واقع این فرمان، روی مثلث کناریش کلیک میکنیم. اگه رو مثلث کناریش کلیک کنی اتفاق میفته، این پنجره باز میشه، میتونی بالاش رو بگیری جابجاش بکنی. احتمالاً برای اولین بار اگر شما راینو رو باز بکنید و بخواید ازش استفاده کنید، یه همچین حالتی داره. میتونید در واقع به هر حالتی که خواستین اون رو قرارش بدین یا هر جایی که نیاز بودین رو قرارش بدین. خب از اولین دستور شروع میکنیم. دستور در واقع لاین هستش که نقطه ابتدایی و نقطه دوم و دیگه نمیتونم ادامه بدم. این همون دستوری بود که توی خط فرمان هم داشتیمش. خب به من بگین خطوط یک پارچه توی محیط کد تحت چه عنوانی شناسایی می‌شدن؟ پلی لاین. اینجا هم دقیقاً پلی لاین هستش. اگر من بیام روی دستور دوم قرار بگیرم، یه پنجره زرد رنگ باز میشه که اصطلاحا هم بهش میگیم تول تیپ. هر جای کتاب دیدی نوشته تول تیپ، منظور همین پنجره زرد رنگی هستش که در واقع باز میشه و به من میگه که آقا اگه کلید چپ بکنی چه اتفاقی میفته، اگه کلید راست بکنی چه اتفاقی میفته. پس اینم در واقع الان اینجا باید جا بیفته که فرمان ها توی برنامه راینو، البته نه همشون، بعضیاشون دو کلیدی هستن. اگه کلید چپ کنی یه کار میکنی، راست کنی یه کار دیگه میکنی. حالا من روش نوشته اگه چپ کلیک کنی پلی لاین میشه، اگه راست کلیک کنی لاین سگمنت میشه. ببینیم تفاوتش چیه. چپ کلیک میکنم و شروع میکنم به ترسیم کردن. اتاق 3x4 رو ترسیم میکنم. این با چپ کلیک بود، وقتی روش میام چی شد؟ یه پارچه است. و حالا این بار راست کلیک میکنم روش و شروع میکنم به ترسیم از اینجا به اینجا و به این شکل دوباره ترسیم میکنم. خب حالا این چه تفاوتی با این داره؟ وقتی روش کلیک میکنم این به صورت یه پارچه است، اما وقتی روی این کلیک میکنم به صورت تکه تکه است. خب توی کد اگه میخواستم خطوط یه پارچه رسالت یه پارچه خارج کنم چیکار میکردم؟ اکسپلود میکردم. اینجا هم اکسپلود دارم. اگه روی خطوط کلیک بکنم و بیام اینجا، میتونم ابزار اکسپلود رو انتخاب کنم. با زدن اکسپلود اینا از هم دیگه جدا میشن. توی کد اگه میخواستم اینا رو یه پارچش کنم چیکار میکردم؟ جوین میکردم. اینجا هم جوین دارم. دستور جوین رو از اینجا بغل این در واقع علامت انفجار میتونم انتخاب بکنم و بیام شروع کنم خطوط رو در واقع انتخاب بکنم به این شکل. حالا اینا با هم دیگه جوین شدن. نکته بعدی در خصوص این هستش که زمانی که در واقع شما دارین در واقع خطوط رو جوین میکنین، میتونین به روش دیگه هم اونها رو جوین کنین. اگه کلش رو انتخاب بکنین و دستور جوین رو روی صفحه کیبورد بزنین، اتفاقی که میفته این هستش که خطوط به صورت یک پارچه در میاد. پس به این طریق هم میتونین شما در واقع اونها رو یک پارچه بکنین. یه نکته دیگه در خصوص جوینت ها هست. من این به صورت جدا جدا اکسپلودش کردم. اگه روی جوین کلیک کنم، روی خط اول بزنم و حالا فاصله بین اینها رو انتخاب نکنم و خط روبروی انتخاب بکنم، اتفاقی میفته یه ارور رو به من میده که آقا تو بین این دو تا خطوط خطای دیگه هم داری، میخوای انتخابش بکنی یا خیر. من نو میزنم و به ترتیب اونا رو انتخاب میکنم به این شکل. پس این رو هم حواستون باش.
نکته بعد در خصوص این هستش که اگر من بخوام این خطوط رو به صورت در واقع چی ترسیم کنم، به صورت در واقع عدد ترسیم کنم، مثلا اتاقم آقا 3 متر نیست و نیم متره، خب بعد برم گریدو مثلا بزنم رو نیم متر نیم متر، خب نه منطقی نیست. کاری که میخوام انجام بدم این که این بار با اعداد کار کنم، من پلیلان رو برمیدارم یه نقطه رو بهش میدم، حتی میتونید در واقع به این نقطه ها دیگه حساس نباشه، برای اینکه حساس نباشه چی بزنم؟ این استپ خاموش میکنم، خب اف هات رو هم حتی میتونم خاموشش کنم. برای اینکه صاف ترسیم بکنم افقی و عمودی توی محیط کد چی میزدم؟ اف 8. الان اگه اف 8 رو بزنی همون اتفاق میفته، و اگه پایین رو نگاه کنی کلید تحت عنوان اورتو داره که این اورتو اگه دوباره فعال و غیر فعال بشه همون کارو انجام میده. چند واحد؟ 3 واحد به سمت جلو، 3 اینتر. نکته ای که توی این قضیه وجود داره این هستش که توی برنامه راینو اگه هر جایی که عدد وارد بکنه، حالا این عدده میتونه برای موو باشه، میتونه برای کپی باشه، میتونه برای روتیت باشه، برای هر جایی که در واقع عدد زدی باید یه کلید چپ رو هم بزنی که تایید بشه. پس 4 اینتر هنوز تایید نشده، میبینی جداش میکنه روی موس اما نمیذاره داش. کلید چپ و دوباره 3 واحد اینتر، کلید چپ و در نهایت میخوام ببندمش. توی کد اگه میخواستم ببندمش چی میزدم؟ سی. اینجا اگه سی اینتر کنم در واقع بسته نمیشه. پس به این طریق میتونم با اعداد هم کار کنم. برمیگردیم رو شکل اولیه. برای اینکه به دیوار ضخامت بدیم چیکار میکنیم توی کد؟ از دستور آفست استفاده میکنیم. اینجا هم دستور آفست. بچه این نکته خدمتتون عرض کنم، فعلا من در واقع دستورات رو باید کامل تایپ کنم، یعنی میخوام آفست بزنم او دبل اف بزنم خودش میاد، بعد حالا انتخابش کنم یا لاین و ال آی ان ای بزنم، حالا ال آی بزنیم باز میاره و خودش نشون میده. بعدم بهتون یاد میدم که در واقع بتونید در واقع یه دونه در واقع لیست رو یا همون در واقع فرمان ها رو وارد اتوکد وارد راینو بکنید، همون فرمانایی که تو کد هست. خب من آفست رو انتخاب میکنم. دو روش برای آفست کردن وجود داره، یکی اینکه اینجا همینجوری تا آفست اجرا کردم در واقع چیکار کنم؟ عدد بهش بدم. اما فعلا شما این کارو نکنین چون میخوام با این قسمت هم آشنا بشین. به این قسمت اصطلاحا میگن ساب منو. پس اگه گفتیم ساب منو چیه، در واقع به این گزینه‌های بالا اصطلاحا میگیم ساب منو. خب توی ساب منو گزینه‌هایی هست که میتونیم انتخاب کنیم، این برنامه اتوکد، اتوکد هم اینا رو داره. من اگه روی دیستنس کلیک بکنم و عدد بهش بدم مثلا 20 سم و اینتر کنم، حالا میتونم در واقع به سمت داخل و سمت خارج اون رو در واقع کلیک کنم، کلید چپ میکنم، درسته؟ البته این نکته رو باید خدمتتون عرض کنم که اگر آفست کردم و عدد هم بدم اتفاقی نمیفته، اما میخوام فعلا با اون دیستنس آشنا بشین و اینکه روش کلیک کنین حتما. خب پس مجددا آفست میکنیم 2 دهم و بنش. خب کاری که میخوام بکنم یه دری 1 متر اینجا و یه پنجره 2 متری اینجا ترسیم بکنم. برای این منظور دستور سینگل لاین رو از اینجا انتخاب میکنم. وقتی روی اینجا قرار بگیرم در واقع هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون اسنپ اصلا خاموشه. برای اینکه اسنپ رو روشن بکنم اینجا روی اسنپ کلیک میکنم، این پنجره باز میشه. برای اینکه در واقع اون پنجره رو بتونم جابجا بکنم با چیکار کنم؟ این بالا راست کلیک کنم و روی این قفله کلیک بکنم. گفتم چی؟ اگر در واقع اینو میتونم جابجا بکنم و نخوام در واقع دیگه جابجایی انجام بشه، بعد اینجا راست کلیک کنم و لوک داکت بزنم. حالا من میخوام او اسنپر رو در واقع بیارمش وسط صفحه که شما قشنگتر ببینینش. خب با چند تا گزینش فعلا کار دارم. یکی گزینه اند پوینت هستش که چیکار میکنه؟ انتهای خطوط میگیره. یکی مید پوینت هستش که چیکار میکنه؟ وسط پاره خطا رو انتخاب میکنه. و گزینه بعدی گزینه در واقع پرپندیکولار هستش که چیکار میکنه؟ عمود میکنه. خب حالا مجددا برش میگم میذارم سر جای اصلیش. خب دستور سینگل لاین رو برمیدارم، از اینجا یه خط به اینجا عمود میکنم. با چه دستوری این در رو ترسیم بکنم؟ 1 متر رو با دستور آفست. این بار من از دستور کپی استفاده میکنم. تو کپی رو میزنی یه نقطه بهش میدی و میخوای به سمت بالا حرکت کنی. خاصیت اورتو فعال دیگه، درسته؟ خب حالا باید بهش عدد بدم 1 اینتر. برای اینکه این فیکس بشه گفتم چی بزنیم؟ چپ کلیکو. حالا وقتی بخواید دستور خارج بشی راست کلیکو میزنید. پس راست کلیک یه جا آخرین دستور رو به شما سلکت میکنه، یعنی وقتی فرمان نباشه الان راست کلیک کنم من دستور کپی دوباره اجرا شد. و اگه در واقع تو دستور باشم یه مرحله میرم جلوتر مثل دستور تریم، و اگه در واقع بخوام دستور خارج بشم هم دوباره راست کلیک کاربرد داره. این قضیه واسه اینتر و اسپیس هم در واقع ست میکنه. خب میام اینجا و یه دونه پنجره 2 متری از مرکز این میخوام ترسیم بکنم. اینجا از آفست استفاده میکنم 1 اینتر به سمت بالا و مجددا راست کلیک به سمت پایین. میخوام تیریم کنم، دستور تیریم رو انتخاب میکنم و کل تصویر رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، اینجا یه مرحله میره جلوتر،
حالا میام چیکار میکنم؟ خطوط رو انتخاب میکنم. اینجا مثل کد نیست که یه اینتر بزنی کلش رو بگیره. پس اینو اینجا حواستون باشه. یه کار دیگه که برای تیری میتونین انجام بدین که خطوطی که میدونین به چه شکلی هست رو میتونین انتخاب کنین، راست کلیک کنین و حالا انتخابشون بکنین به این شکل. بیایم سراغ ترسیم در. کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که سینگل لاین رو برداریم. از اینجا یه در 1 متری دارم، 90 سانت در و 10 سانت پشت در فاصله نیاز دارم. سینگل لاین رو برمی‌دارم، از این نقطه 9 دهم در واقع ترسیم می‌کنم. چیکار کنم؟ کلید چپ، چون که عدد زدم. خب قابلیت بعدی که راهنما داره این هستش که اگر روی خطوط بیستین کلیک بکنین، خطوطی که روی هم ترسیم شده رو به ما نمایش میده. این تو قابلیت کد هم داشت. من این خط رو میخوام انتخاب کنم، از چه دستوری استفاده کنم برای جابجایی؟ دستور موو، و از این نقطه به سمت بالا چقدر؟ 1/10. و دوباره کلید چپ موز. خب حالا میام این طرف، این رو هم ترسیم میکنم، پنجره رو راست کلیک و از اینجا به اینجا. و اینجا کاری که میخوام انجام بدم یه دونه کمان بزنم. با چه دستوری؟ حالا این بار از سیرکل استفاده میکنم، به آرک هم میرسیم. از اینجا به اینجا در واقع ترسیم میکنم. برای اینکه بتونم تیریم کنم، از این نقطه به اینجا خطی رو ترسیم میکنم. دستور تیریم رو انتخاب میکنم، بین این خط و این خط راست کلیک میکنم، بیرون رو انتخاب میکنم. این تیریمی که در واقع قبلا انجام دادم. یه سقف کاذب 50 سانتی هم در واقع دارم. رکتنگل رو انتخاب میکنم، از این نقطه به این نقطه. برای اینکه بتونم در واقع ضخامت رو براش مشخص کنم، دستور آفست نیم اینتر به سمت داخل. سخت بود تا اینجا؟ خب لطفا همه راهنما رو نصب بکنم و اینکه شروع بکنم. بیم فلش ها بگیریم. این طرف ها ایمال شما بود. خب همین طرف کپی کنیم بعد بگیریم. ببین اینجا رو. پس گفتم بعضی وقتا در واقع ممکنه این اتفاق بیفته با این که ما تو نمای تاپ شروع کردیم به ترسیم کردن، اما این در واقع ایکس و وای زدمون در واقع تغییر کنه و این در واقع حالت عمودی پیدا بکنه. کاری که میکنم اینه که کل جسم رو انتخاب میکنم تو نماهای کناری مثل نمای فرانت یا نمای راست. دستور روتیت رو اجرا میکنم. دستور روتیت. بچه دستور روتیت اینجا حالتی مختلف داره، مثلا روتیت تیجی داره حالتی. من با روتیت معمولی کار دارم، همون روتیتی که تو کد بود اینجا هم هست. روش میزنم و تو همین نمای کناری اونو به این شکل در واقع میتابونمش. اوکی؟ ارتو هم باید فعال باشه. یه بار دیگه دوباره ارتو رو انتخاب میکنم، روتیت رو انتخاب میکنم و اینتر میزنم. تو نمای کناری قرار میگیرم، یه نقطه میزنم، یه خط، یه نقطه دوم میزنم، اینو تابش میدم. این اینجوری تاب میخوره. خب حالا میگی آقا توی حواس اشکال نداره، بعدا بهتون یاد میدم چجوری ببرینش بزنشون نقطه‌ای که نیاز داری. من F7 رو میزنم زیر کارو خاموش میکنم چون نیاز ندارم. خب برای اینکه ارتفاع بدیم بچه‌ها نیا کنین، برای اینکه بتونیم در واقع عملیات اکسترود رو انجام بدیم برای دیوارها، من اگه یه دون رکتنگل اینجا ترسیم بکنم و روش در واقع کلیک بکنم، میتونم در واقع بیام توی خط فرمان تایپ کنم اکسترود کرو. اکسترود کرو همون CRV، یعنی اکسترود CRV فرقی نمیکنه. اینو بزنین در واقع شروع میکنم اکسترود کردم. من مثلا ارتفاع 3.20 میخوام اینو اکسترودش کنم. برای اینکه بتونم حالت نمایش تصویر رو عوض کنم که به صورت وایر فریم به من نمایش نده، هم میتونم از این بالا اقدام کنم رو اینا بزنم، هم میتونم رو پرسپکتیو راست کلیک کنم، گزینه که میخوام انتخاب کنم میذارم رو حالت شیدد. رو حالت شیدد، پس یه حالت وایر فریم داری حالت شیدد، من رو حالت شیدد میذارم. خب چند تا نکته در خصوص حجمی که اکسترود شده. نکته اول، من اگه حجم رو دیلیت کنم هنوز اون خط زیرش هست. خب اگه نخوام این خط در واقع بعد از اینکه در واقع حجم داده شده این خط رو داشته باشم، وقتی میام اکسترود رو میزنم، در واقع اینجا توی زیر مجموعه ساب منوش یه گزینه داریم تحت عنوان دیلیت اینپوت. دیلیت اینپوت، اگه دیلیت اینپوت رو بزنم رو حالت یس باشه، وقتی که بهش ارتفاع میدم چی میشه؟ خط زیر دیلیت میشه. اما خب فعلا شما نمیخواد اینو در واقع به این حالت بذارید دیلیت اینپوت یس نوش کنید، چون که به خط و خطوط نیاز دارید. محل بعدی برای دسترسی به کلید اکسترود یا در فرمان اکسترود از این قسمت هستش. اگر من وارد این باکس بشم و اینو بیارمش بیرون، میتونم دسترسی پیدا کنم به اکسترود. این گزینه اکسترود هستش. ببین اگه روی این کلیک کنی انگار که در واقع همونو تایپش کرد. بیارنش بیرون راحت‌تر بغل کارتون قرارش بده. گزینه بعدی که مهمه توی ساب منوی در واقع اکسترود، گزینه سولید هستش. اگه سولید روی نو باشه اتفاقی میفته اینه که اینو
تو خالی نشونش میده. پس دو حالت ممکنه که اینو تو خالی نشون بده. یکی اینکه خط و خطوطی که زیر کار هست به صورت جوین شده نباشه. البته بعضی وقتا اگه جوینت نباشه اکسترود میکنه. و حالت دوم این هستش که من سولیدم روی حالت نو باشه. پس این حواستون باشه این دوتا رو در واقع رعایت کنید. خب برمیگردیم روی پلنمون. برای اینکه بتونیم این پلن رو در واقع به حالت درستی داشته باشیم، به صورت جوین شده کاری که میکنم اینه که میام روی خطوطش رو با هم دیگه انتخاب میکنم. ببین دست رو شیفت نگه میداری و اینا رو انتخاب میکنی. با شیفت میتونی به سلکشنت اضافه کنی و اگه احیانا یه سلکشن رو اشتباه انتخاب کردی میتونی با کلیک کنترل اون از حالت انتخاب خارجش کنی. پس کنترل و شیفت. خب با چه دستوری؟ دستور جوین اینتر اینا رو چیکارش میکنم؟ یه پارچه‌ش رو میکنم و جوینتش رو میکنم. حالا با زدن کلید دستور اکسترود میتونم 3.20 متر به شرطی که سولید رو حالت یس باشه و دیلیت اینپوت روی نو باشه اینو بهش ارتفاع بدم 3.2. میام در واقع دیوار کناری هم همین کار رو باش میکنم، سلکت میکنم و این بار در واقع اکسترود میکنم. یه نکته که اینجا بگم، ممکنه اکسترود بکنی بعد مثلا خالی بیاره بالا یا خراب بیاره بالا. برای اینکه در واقع مثلا بعضی وقتا هم جوین میکنی جوین نمیشه، اگه جوین نشود سخت نگیر، بیا اینجا پلان رو انتخاب کن، یه پلان روش بکش رو دور تا دور، چون در واقع یه پارچه ترسیم میکنه دیگه، درسته؟ حالا دوباره میتونی اکسترودش کنی. تو اینجا نمیخواد دیگه عدد بدی، اگه خاصیت این پوینتت فعال باشه میتونی یکی از نقاط اینجا رو روش کلیک کنی، نقاطی که در واقع خودش الاین میکنه. خب بیایم برای ترسیم بالای پنجره رکتنگل رو انتخاب میکنم، از این نقطه به این نقطه. ببین خیلی راحت. پس یه نکته دیگه که باید بگیرین اینه که رکتنگل شما تو هر کد ارتفاعی میتونید راحت ترسیمش بکنید. خب از اینجا میگیرمش اکسترودش میکنم. نکته بعدی این هستش که در واقع شما اگر در واقع به سمت پایین موستون راحت قرار بدین و یک رو بزنین، باز به سمت بالا اکسترود میکنه. بعد چی بهش بدم؟ منهای یک. و این در واقع اتفاق میفته. حالا اگه بخوام در واقع کپیش کنم، کپی میزنم از این نقطه بیاد به این نقطه، دوباره تاب میخورم میام بالای در رو رکتنگل رو میزنم از این نقطه به این نقطه و دوباره سلکتش میکنم، دوباره اکسترود و منهای یک به این شکل. سخت بود؟ شروع کنیم. خب پس یه بار دیگه، اگر قرار باشه که در واقع کلید پاپ آپ یا در واقع وسط کلیک موستون رو در واقع به صورت ثابت درش بیارین، وقتی روش میزنیم و ثابت میشه یه بار رو بالاش بزنین که به صورت ثابت در بیاد. یعنی اگه کلیک بکنی میره ها، اما روش بزنین که ثابت بشه. حالا اگه قرار باشه یه ابزار پرکاربرد مثل اکسترود یا مثلا پولیلان یا حالا ابزارهایی که نیاز دارین رو بیارین وارد این پنجره بکنین، من مثلا اکسترود رو میذارم اینجا، با نگه داشتن کلید کنترل میتونین در واقع چیکار کنین؟ درگ کنین بندازین داخل اینجا. بعد چی میشه؟ میاد کنار وسط موس. با اینکه بعد سرعت ترسیم قاعدتا بیشتر میشه، قاعدتا داخل همه برنامه‌ها سرعت ترسیم حرف اول رو میزنه. خب حالا مثلا من اینو گذاشتم، حالا مثلا اومدم از زیر مجموعه لاین ها مثلا پولی لاین اومدم گذاشتم، کنترل نگه داشتم گذاشتمش اینجا، حالا مثلا یه سری ابزارام به اشتباه آوردم ها، اگه بخواین حذفشون بکنین میتونین شیفت رو نگه دارین، پس کنترل رو درگ کنین کپی میشه. اگه شیفت رو نگه دارین و درگ کنین توی محیط میتونین پاکش کنین توی محیط. پس کنترل رو درگ کپی و شیفت رو درگ دیلیت میشه به این طریق. خب بچا نکته که وجود داره که این قضایه برای همه منوها سد میکنه. یعنی مثلا از اینجا کنترل نگه دارم دور میتونم بزنمش اینجا. پس این برای همه منوها این قضیه ویندوزها در واقع این قضیه سد میکنه. خب حالا میایم سراغ قسمت بعدی. میخوایم در واقع به این سقفه در واقع بعد یا ارتفاع بدیم. اگر بیاین و توی پلنی که هستین در واقع بخواین این سقف کاذب رو بزنین، از دو حالت میتونین اقدام بکنین. یه بار رکتنگل رو برش داریم، بیاین از این گوشه تا این گوشه یه دونه چی بکشین؟ رکتنگل بکشین. گفتم رکتنگل تو ارتفاع میتونین بکشین مثل پنجره. حالا اگه کلیک کنین میتونین در واقع حالتاشو انتخاب کنین که مثلا حالت کبر رو من میتونم انتخاب بکنم. بعد میخوام چیکار کنم؟ این سقف کاذبه 50 سانتی به سمت داخله و دوراش پر وسطش خالیه. پس آفست رو انتخاب میکنم. اگه آفست رو انتخاب بکنم چی میشه؟ بعد آفستش کنم. چقدر به سمت داخل؟ میخواستم 50 سانتی به داخل، 20 سانتی هم خود دیواره، پس 70 سانتی به سمت داخل. شیفت رو نگه میدارم و خط وسطی هم سلکت میکنم. ببین هر دو تا حالت سلکت شده ها.
حالا این بار اگه مثلا پاپ اپ هم ببندم وسط کلیک بکنم، حتی دیگه تو وسط کلیک هست اکسترودر. منهای چقدر؟ منهای 3 دهم به سمت پایینم رو حالت شیدر میذارم که در واقع حالتش بهتر باشه بنش. خب حالا ببین من اینو دیلیتش میکنم و نمیخوام ترسیم بکنم، یعنی مجددا نمیخوام خطی رو ترسیم کنم، میخوام از همون خطی که توی پلن ترسیم شده استفاده کنم و بیارم بالا. برای این موضوع دو تا کار میتونم انجام بگم. اگه دستور موو رو انتخاب بکنم و بخوام اینو جابجا بکنم، تو حالت عادی میتونم یه نقطه شو بگیرم جابجا کنم روی هم x هم y هم z، نگاه کنم تو z میاد هم x میاد. اگه بخوام اینو در واقع سفارشیش کنم که فقط روی محور z بالا پایین بشه، بعد از اینکه موو رو میزنم اینجا میتونم ورتیکالش رو روی yes بذارم. اگه ورتیکال yes باشه فقط حول عمود حرکت میکنه، میبینی؟ و حالا مثلا میگم آقا الاینش کن با این، ببین نقطه موس رو میارم اینجا، میگم اینجا، میتونم اش عدد بدم حتی، ببین موو میزنم ورتیکال میزنم میگم از این نقطه 3.20 بیاد بالا. اوکی، خب این فقط تنها قابلیتی نیست که در واقع میتونی شما اینو جابجا بکنی، با یه حالت دیگه هم میتونی این کار رو انجام بدین. یه قابلیتی توی راینو وجود داره تحت عنوان خاصیت گامبال، گامبونه ها گامبال. اینجا رو ببینیم پایین نوشته گامبال، اگه رو گامبال کلیک بکنی همه آبجکت ها یه شکل دیگه میگیرن، یا که وقتی روشون کلیک میکنی یه دونه جهت، یعنی فلش های جهت دار بهتون نشون میده، دقیقا اون جیزموی مکسی که در واقع وجود داره و پایوتی که داره اینجا هم وجود داره. یه جورایی راینا ترکیب برنامه هاست، یعنی حالا متوجه میشین زمین. آره اسکچاپ یه جای، اسکچاپ یه جای. خب بعد نگاه کن الان من روی این خط کفی کلیک کردم، خاصیت گامبال خیلی خاصیت جالبی داره، حتی برای ترسیمات میتونی ازش استفاده بکنی. این پایین پایین توی قسمت همین نوار وضعیت این پایین دارینش. حالا نگاه کن اینجا رو اگه روی مثلا زد من کلیک بکنم، میخوام میتونم حول زد بالا پایین کنم، چقدر بدم؟ 3.20 اینتر. چی شد؟ اومد بالا. البته این گامبال خاصیت دیگه داره، مثلا اگه در واقع شما یه خطی رو به صورت منحنی جو داشته باشین و حالا مثلا F8 هم غیر فعال کنم و بخواید بهش بود بدین، مثلا میتونین همینجوری که میاد بالا کنترل رو نگه دارین، چی میشه؟ بهش بود میده. یا حالا مثلا اگه بخواید کپی بکنین، مثلا میتونین Alt رو نگه دارین درگ کنین. خیلی قابلیت خوبی داره که حالا انشالله بهش اشاره میکنیم و آموزش میدیم. اما اینجا پس اینجا و اینجا رو دوباره سلکت میکنم، دوباره با وسط کلیک در واقع اکسترود میکنم به سمت پایین، چقدر؟ منهای 3 دهم. خب حالا دوباره یه صفحه دیگه هم روش دارم بچه‌ها، صفحه‌ای که روش دارم دوباره کربر رو دوباره انتخاب میکنم، دوباره اکسترود به سمت بالا، چقدر؟ 3 دهم به سمت بالا. اما یه نکته که وجود داره این هستش که من میخوام یه لبه نورپردازی هم برای این داشته باشم. برای لبه نورپردازی نیاز نیست که از زیر بیای کار کنی، از رو خود بالا باید کار کنم دیگه، نمیتونم از زیر در واقع تنظیمات انجام بدم. برای اینکه بتونم سقف رو در واقع ببینم، یا باید اینو دیلیتش کنم بعدن دوباره ترسیمش کنم، یا یعنی اینکه اینو مخفیش کنم. برای اینکه مخفیش کنم رو سقف کلیک میکنم، اینجا روی چراغه هست این بالاها روش کلیک میکنم، چیکارش میکنه؟ مخفیش میکنه، هایدش میکنه. نکته که وجود داره این هستش که اگه روی چراغ چپ کلیک کنم هاید میکنه، و اگه راست کلیک کنم آن هاید میکنه، و این در واقع خاصیت تول تیپی هستش که کنارش میتونه، نگاه کن تا روش قرار میگیرم زده چی هاید و شو، من دوباره هایدش میکنم. خب اینجا نگاه کن میخوام این لبه نورپردازی رو بکشم، دوباره رکتنگل رو برمیدارم از این گوشه تا این گوشه باید ترسیم کنم. یه نکته که اینجا باید بگیری این هستش که نقطه اولی که زدم تو دستور هستم، میتونم تاب بخورم باز ادامه بدم، میبینی؟ حتی با شیفت میتونم جابجاش بکنم، میبینی؟ پس راینو اینجوری نیست که وقتی تو دستور هستی ازش خارج بشه، و حتی این قابلیت رو داره که وقتی تو حتی بیای نما رو عوض کنی، بیای تو پرسپکتیو ها، یا بیای توی نمای فرانت یا هر نمایی که میدونی. بعد نکته که وجود داره که تو نمای فرانت مثلا شروع کنه ترسیم کردن، نگاه کن چه جوری ترسیمش میکنه، نگاه کن عمودی داره، و بعد اگه اینو اکسترود کنی دیگه به سمت داخل میره، به سمت ارتفاع دیگه اکسترود نمیشه. حالا من دوباره برمیگردم تو پرسپکتیو و این نقطه کناری گرفتم، میام نقطه اینوری هم در واقع چیکار میکنم؟ روش کلیک میکنم. الان میخوام چیکار کنم؟ دوباره آفستش کنم، دستور آفست رو انتخاب میکنم، 30 سانتی متر به سمت داخل اینتر، و شیفت رو نگه میدارم، دو تا خط رو با هم دیگه سلکت میکنم. حالا چی بزنم؟ اکسترود، چقدر؟ 10 سانتی متر به سمت بالا. دوباره اون لبه رو میکشم، تکراری بود همون کاری که کنار کردم، دوباره اینجا انجام. حالا دوباره میخوام 10 سانتی متر در واقع بیاد بالاتر که این لبه ها با هم دیگه یکسان نباشه، روی خاصیت گامبال کلیک میکنم 10 سانتی میام بالاتر.
و به این شکل در واقع شما اون 10 سانتی متر رو میتونید ایجاد بکنید، حالا هر مقیاسی که نیاز داشتید. حالا اگه بخوام در واقع آن هایت کنم چیکار کنم؟ روی چراغ راست کلیک کنم. سخت بود؟